من چون هر چی نمونه بگی گفتی نیسان ظریف مریض داریم. نیسان ظریف یعنی چه شد ببین، جمع شد من اتفاقا عزیزم یه چیزی بگم، سینه لیدا 435، سینه من 400، مال من 75، مال ایشون 80، ولی 80 اوکیه، ولی خب زیاد نشون نمیده به خاطر که خود لیدا یکم پر شده. نه لیدا آره آره یکم زیاد زیاد هم پر شده نشون میده. سینه های پروتزی تو بدن های لاغری مثل آرمین خیلی نشون میده به خاطر اون یکم آره لیدا جون یکم پر شدن از نظر بدنی، یکم آره جون بدن لاغر تر بودن. ببینید نسبت به قد و وزنم بر همینه تو چیزی، مثلا 160 قدمه 58 وزنمه، خب نه خیلی لاغرم نه خیلی چاقم. خب درسته. آرمین تو برو سوال بپرسم. آره از نفری آره نابد ترین خفتی تو واسم تعریف کن ببینم تا خر درست تعریف کنم. من میدونم برنامه زیاد داشت. بعد ترین خفتی تو قایشم تعریف کن بشنویم. آخه زیاده کدومشو بگه بارانا دیگه. آره دیگه تو دیگه اسم دیگه ای داریم اگه جمیله بگیم. جمیله من خدا شد خیلی وقت اتفاق نیفتاده به چشم نکنم خودم، ولی خب خاطره اصفهان رو بگم. اون خیلی وقت سال پیش بود، البته رفتم اصفهان و بعد پسر پیام داد و صحبت و اینا، گفت خب باشه من باغمون نزدیک اصفهان. هنوز اون موقع اخلاق اصفهانی رو نمیدونستم که یه نفر میشه 10 نفر زهر مار باشیم. آقا این اومد با موتور دنبالم و بشیم پشت موتورش. رفتیم رسیدیم باغش، یه رو 20 دقیقه راه بود سمت بهارستان. رفتیم باغش، این آقا رفتیم داخل باغ، دیدم یکی دارن میان تو. ای اینا کی هن فلانی؟ یکی دوستا من اومدن یه سری بزنم، همین الان که من آواده اومدن سر بزنم. خفتی خیلی خطرناکی نبود، فقط صرفا سر این خفتی بود که یه نفرش شدن 7-8 نفر، ولی خب 7-8 نفرشون هم معرفت به خرج دادن، هزینه شون رو دادن، ولی خب یکی دیگه اومدن و رفتن دیگه. این زیاد چیز نبود. سر همین که برای اولین بارم بود چند نفر رو همزمان میدیدم، برام این مقداری تنگین و یک اذیتم بکنن. از آخرم خودش باز با موتور من آورد رسوند. یه لحظه ببخشید لیدا، من همیشه چون تو رو روی صندلی مب نشسته بود دیدم، الان خیلی یه جوری برام. مب نداری بشینی روش؟ خیلیسه صدات هم میوت کردی خوشگله. شامپو فرش کشیده دیدی گفت با پسرش. ببخشید اونو بستم که سر صدای نه. روکشای مبلامو شستم ببینید گوشم خشک بشه. خود مبلم که داشتم 2 ساعت دست میکشیدم که دم عیده تمیز بشه، بعد الان مبلام خیس همه، نمیتونم رو مبل بشینم. نه چون خب همیشه توی جمع ما ملکه بودی و رو مبل میشستی، یک جوری گفتم اذیت نشی و من از بالا تا رو اینجوری نگاه نکنم، چون خوب جمع شما بودی همیشه. خانم ملکم نه دیگه، من از دو تا آدم خاکیم، من آدم خاکیم، رو زمینم میشینم، رو خاکم میشینم. ولی نه اگر رو مبل میشستم بله. آه درسته بفرد. یه چیزی هر سه چون 4 نفریم خیلی کوتاه جواب بدید، شما هم که سوالاتون همه ریده. خانم لیدا تا حالا شده کسی بیاد کنکلش کنه تو رو ببینه؟ آره یا نه؟ چیکار کنه منو ببینه؟ تو رو ببینه کنکل کنه. آه کنسل منو ببینه کنسل کنه؟ نه بخود. تو جمیله تالا شده کسی بیاد تو رو کنکر کنه جز اونی که مثلا قیافه نداشت به قول تو اومد یه نگاه کرد و رفت جز اون؟ اون تو مال خیلی وقت پیش بود، کچل بامون چقدر آره. یکی بود آره تو گفتی قیافه نداشت زشتم بود، تو رو دید گفت نه خیلی برات سوال بود، اون که ایچی دیگه. آره همین یه هفته پیش بود، یارو اومد با این که اومد نشست چایش هم بگو بگه
نه من شیمیل میخواستم بگو ببخشید عزیزم اگه میخوای بدی ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی شیمیل میخواستم میخواست بده آه یعنی میخواست بده آره من مگه تو قبل از اینکه بیاد نمیگه که پوزه چیه و چی میخوای چرا بابا گاوه نمیفهمن خب اوکی پولشو داد من کنسلی رو ازش گرفتم ولی خب بستش دیگه اتفاقی نیافت اوکی اوکی شما چیز هم دارید پروسه کنسلی هم دارید یعنی فی میگیرید چقدر بیاد تو خونه آره بعد بده اوکی یک سوم فی کنسلیتون چقدره یک سومشو بعد دیگه یک سوم یک تومن رو حساب کن دیگه بعد بده یک سوم که سواد یک سوم داره قیمت رو بگو چه ده 350 350 برای کنکلی داد آره اوکی آرمین تو چی تالات بوده کنکل کنی یا کنکل بشی؟ آره پیش اومده بگو مثلا یه دونه شده بگو یکیش اومد مثلا گفت من از اقیقه برم آوربان میام دیگه رفت که رفت چی دوباره بگو چرا کنکلت کرد؟ هیچی گفت برم آوربانکو بیام دیگه رفت که رفت خب نه چرا؟ تو نظر تو چرا کنکلت من احساس میکنم اومده بود فقط ببینه اصلا از اولش هم پول درست حسابی نداشت چون مبلغ بالایی که من بهش گفته بودم اوکی فقط اومده منو ببینه قیافش به اون پول نمیخواد خب بچی که پول کنفی نگرفتی ازش نه حوصله پول ندارم من جایی که زندگی میکنم راستیتش خیلی حوصله اینو ندارم که با یارو بخوام بجنگم و اینا بس ننش بره نخواست خب که کنکل چیه درسته بعد تو من یک بار بود برام پیش یه دقیقه میوت کن جمع چیف خانم لیدا صدا خیلی بد میاد میوت کن آره بعد نوبتشو باز کن من یه بار کنکل شدم اونم به خاطری که من خیلی شرط روحیم خراب بود خیلی شرط روحیم خراب بود صورتم لاغر شده بود یه دوره اصلا مریض بودم یعنی به خاطری که شرایط خوبی نداشتم از نظر روحی خیلی داغم بودم و وقتی من از نظر روحی داغم میشم میکنم همه صورتشون لاغر میشن و یک مثل معتادا میشن و من تو اون دوره که 3 روز افسرده بودم صورتم لاغر شده بود و فکر میکردم که اگه الان یک کون بدم حالم خوب میشه یعنی اینو به خودم پیشنهاد دادم گفتم یک کون بده شاید روحیت خوب بشه بعد تو اون شرایط یکی رو دعوت کردم اولین بارشم بود تو در باز کردم رفت اصلا هیچی نگفت اصلا هیچی نه سلامی نه هیچی تا باز کرد منو دید فقط رفت همه هیچی هیچی یعنی نگو آره هیچی فقط من در رو باز کردم و خودم هم میدونستم که این بیاد میره ولی بازم ریسک کردم چون گفتم شاید حالا یه درصد بیاد و مثلا حالم خوب شه ولی فقط در رو باز کردم دید و هیچی نگفت رفت منم در رو بستم آره به خاطر محیط که زندگی میکنم مثل شما من دیگه نمیتونم بیام بیرون داد بزنم تو چرا رفتی یا هیچی منم آروم قشنگ رو بستم و نشستم و به افسردگی ادامه دادم آره آره لیدا باز کن شما ما رو به چالش بکشش کن چالش آخرین باری که عاشق شدین یه حس خوبی بهتون دست نسبت به اون پسر کی بوده؟ آریان جون که هم چیزی اتفاقی براش نیفتاده خوشبختانه از شما میپرسم بچه ها ولی دوست دارم جواب بدم آره شما هم حتما بگو نفرا اوکی بفرمایید نگاه کنم تعداد آدم ها رو خب من میخوام به جواب بدم لیدا جون من خلاصه 4 سال پیش عاشق شدم با دوست پسرم 3 سال زندگی کردم 1 سال از هم جدا شدیم و همچنان عاشقشم ناراحت نیستم از این مشکل داشتیم نتونستیم با هم زندگیمون رو ادامه بدیم ولی عشق رو یه بار تجربه کردم و هنوزم از دلم نرفته آخرین باری که عاشق شدم قبل از اون اصلا فکر نمی کنم تجربه کرده باشم اوکی. بعد میتونی نظر خودتو بگی خیلی دوست دارم بدونم فکر کنین چرا اینجوری میشه این همه پسرای خوشگل این همه حالا من خودم گزینای خوشگل خیلی زیاد دارم دور هم ولی یه کسی که اول من دوستش داشتم از ذهنم نمیره با اینکه ازدواج کرده
همیشه فکرم مشغولش میشه، هرچی پیش خودم میگم بره گم شه، خاک تو سرش، بیلیاقت، آشغال فلان، ولی بازم اسمشو جایی میبینم رو در و دیوار حالم بد میشه، یا بهش فکر میکنم حالم خراب میشه. میخوام بدونم چرا اینجوری میشه. در آدم میمونه دیگه، نمیشه دیگه. رابطه های ماها مخصوصا تو سن پایین که یارو شرط ازدواج داره، دوست داره یه دفعه امتحان کنه بچه دار شدن و اینجور چیزا رو امتحان کنه، نمیشه دیگه. من خودم میگم با دوست پسرم مشکل حساسیت خوردم، با من آب خوردن منم شک داشت. وقتی ببخشید وقتی یک زیبایی مثل تو رو داره چرا شک نکنه؟ خب دیگه آخری انجام خودم هم دوست نداشتم این اتفاق بیفته، ولی آدمایی که اطرافمون بودن ول نمی کردن منو، بعد اونم یهو مثلا اتفاق، اونم درکی رو نداشت که مثلا یکی بخواد به من مسیج بده، حتی مثلا غریبه باشه مثلا به من مسیج بده بی ببینم تو این حرف، اون یهو مچ منو با یه نفری که مزاحم من بود دست از سر زندگی می کشید گرفت و اصلا فریک شد دیگه. بعد از اون مریض شد، هر حالا سوال من اینه که دیگه ببخشید دیگه این استریت ها چرا دیگه برای دو جنس ها غیرتی میشن؟ استریت نبود فکر کنم، استریت هم شد داره فکر کردم باش بودم دیگه. من وقتی جدا شدم سینه گذاشتم عمل کردم اصلا. ببین هر کسی که هر مردی که میکنه استریت، آره این که بله ببخشید استریت، مرد هر مردی که میکنه استریته، چون مرد خب دنبال کونه، تویی که کرده بود ببخشید چون تو خوشگل بودی، اگه اون مرد بود مثلا میمد یه پسر دیگر رو بکنه، نه چون تو خوشگل بودی، مامانی بودی، شبیه دخترا بودی، تو رو کرده بود، چه حالا ببخشید پسرانه بودی چه دخترانه بودی. درست. خب دیگه اون استریت بوده. حالا من جالبیم اینجاست که دیگه انقدر دیگه این استریت ها چیز شدن که دیگه رو دو جنس ها غیرتی میشن. فقط به خاطر شرایط بوده، اکثرا دوستای خودم میگن طرفت فقط به خاطر شرایط باهات بوده، یعنی آدم، یعنی چی به خاطر مثلا شرایط از مهرستان مثلا بیاد تهران یا مثلا بیاد یه تایمی چه میدونم با کونه گوشاتش بشینه ننه بابای من ساپورت کنن، یه سری که جدا شدیم بعد از یه تایمی اینطوری میگن. ولی خب اصل رابطه‌مون اصلا اینجوری شروع شد که از خانواده همون جدا شیم، هر کدوم به سهم خودمون زورمون جایی که میرسه کاری که انجام میتونیم بدیم و انجام بدیم و جدا شیم. ولی بعدش نه دیگه، هم مثلا اینطوری نشون داد که از من داره سوء استفاده میکنه، هم هر کس هم منو میدید با کسول داره سوء استفاده میکنه. بعد یه چیز دیگه کلن بخاطر چیه؟ خودت دوست داری مثلا خدمات بدی به پسرها یا تو ذاتته؟ یه چیزی بگم تو لایف خیلی درست نیست، ولی وقتی که این سوال پرسید من کامل واسه توضیح میدم. ماها کمبود محبت هامون باعث میشه بریم تو رابطه. خود من به شخصی یادم با بابام یه دعوایی کرده بودم، رفته بودم دو ماه سه ماه خونه خواهرم، دیگه از دوستام دور شده بودم، ناراحتی که دادم یه کیسی که اومد سمتم به من توجه میکنه، مثلا وقت میذاره، استوری میذاره، نمیدونم اومده شهری که هستم مثلا اونجا کنار من، جلبم کرد دیگه، نمیدونم جلبم کرد. من دیگه خود به خودم اومدم دیدم دارم تلاش میکنم که برم باش سری سخت. درست. چون مثلا من تو هر شرایطی که مثلا من شرط مالی درستی نداشتم، ولی بازم اگم داشتم هیچ پسری رو ساپورت نمی کردم، همیشه پسرها منو ساپورت کردم. من ساپورتش کنم نیومده بود، به هوای این اومده بود که حالا یه تایم وارد زندگی میشیم، حالا یه روز یه ماه دو ماه هم از جیبمون میخوریم تا یه کاری پیدا کنه زندگیمون جمع کنه. ولی این یه کاری پیدا کنه حتی واسه یه سوپرمارکت رفتن نمیرفت بیرون، چون شک داشت به من. وقتی میرفت میومدم مریض بود، این چجوری میخواست بره کار کنه؟ میرفت کار میکرد میومد دیگه هی فکر میکرد یعنی من این بچه پس میندازم. خب خانم لیدا شما دیگه الان به یک جایی، به یک نقطه از زندگی رسیدی که دیگه هیچ وقت عاشق نمیشه، درسته؟ بله بله اصلا نمیشه. چه باعث شد که مثلا دیگه تو از عشق بدت بیاد؟ ضربه بدی که از اون عشق اولم خوردم، ضربه بدی که از این پسر خوردم، شوکه شدم، 5 سال حالم خراب بود، حتی یه مدت اوائل دارو مصرف میکردم، خیلی حالم بد بود، دیگه تصمیم گرفتم عاشق نشم اصلا. چرا؟ نمیدونم حالا این حس برای من فقط یا این دوتا دوست عزیز دیگه هم بگم، چرا فکر میکنم تو و جمیله اصلا بهتون نمیخوره که عشق بازی کنید عاشق بشید؟
بهمون نمیخوره. نمیدونم چرا، یک ببخشید توهین نباشه، ولی اصلا وقتی لیدا میگه من 5 سال عاشق بودم قرصی شدم، من اصلا کونم گوز میده. خب دیگه هر کسی سلیقه‌ای داره، هر کسی سلیقه‌ای داره. نه نه جدی، من ببخشید توهین نباشه، ولی من نمیتونم، یعنی تو اصلا تو تصوراتم نمیره خدای، چون روکم اصلا در اهل دروغ نیستم. چجوری مثلا هاشم، ببخشید، چجوری لیدا میگه که من 5 سال عاشق شدم، ضربه خوردم، قرصی شدم؟ یه کسی که ببخشید 2 سال زنشو طلاق داده. خب دوستش داشتم، بله دوستش داشتم، بله. من موقعی که مادر بچه ها من بود با ایشون آشنا شدم، یکی از فامیلمونم بود، فامیل دورمون بود، میومد خونمون میرفت و علاقه من شدی، علاقه من شدی برام. من نفهمیدم چی قاطی شدی. الان توضیح میدم، الان بذار قضیه بنده خدا رو بگم. موقعی که زندگی میکردم، آره، با ایشون دوست شدم، از هم دیگه خیلی خوشمون اومد، مثل دوتا دوست بودیم، میومدیم بیرون، میومدیم خونه، بعد یهو به خودمون اومدیم دیدیم که اصلا بدون هم دیگه نمیتونیم، بعد پیام میدادیم و اینا، ولی خب رابطه آنچنانی نداشتیم تا زمانی که جدا شد. بعدش هم که دیگه ندیدم اش، دیگه رفت سربازی و رفت زنگ گرفت و من ماندم تنهای تنها. بعد یه سوالی دارم من، آیا میخواستم بدونم که این به خاطر سن سال آدم هاست؟ یعنی ما مثلا من و آرمین و جمیله که به سن سال تو برسیم بچه باز میشیم؟ بچه باز؟ نمیدونم، شاید. نه جدی، نه خواستم نه به خاطر سن، اختلاف سن نمونه، یا نه کلا طبیعت اینجوری، یا نه کلا عقیده ها و فکرها فرق میکنه، یعنی سلیقه ها فرق میکنه. چون مثلا تو مثلا 48 سالته و تو دوست داری با پسر 20 ساله باشی، ولی مثلا منی که مثلا 18 یا 20 سالمه دوست دارم با یک 40 ساله باشم. آیا منم به سن تو برسم بچه باز میشم؟ عزیزم اول که من بچه باز نیستم، خب که بخوام بگم شاید بشی شاید نشی، ولی کلن سلیقه است. شما چجوری بچه باز نیستی وقتی یک زن دو جنسه 48 ساله با یه پسر 18 ساله 20 ساله میره؟ خب بچه بازه، شما جای مادرشی. نه بچه باز نمیشه، اون سلیقه است، اون سلیقه است. من پسری هم دیدم 18 19 ساله که بالای 55 سالو حس داره. اگه نه. طرف حتی 48 باشه نه. در قانون دنیا، در قانون سازمان ملل، وقتی که هر کسی باید به سن سال خودش رابطه بذاره، چه میگن، چه کسی که میکنه چه کسی که میده، فرق نمیکنه، باید توی اختلاف سنی فقط 2-3 سال بیشتر نباشه. تو ببخشید، تو میری با یه پسر، تو اینجایی با یه پسر 18 ساله میری، خب این یعنی چی؟ فکر کردی میشه بچه بازی نیست؟ اون قانونی که قانون بین الملل و اینا که میگه یک چیزه، قانون قلب یک چیزو میگه. نه. من پیرو قانون قلب، ببخشید، من فکر میکنم دو جنسام خدای منطقن، فقط میتونن خودشونو گول بزنن. آره من چون عاشقم میتونم برم با یه پسر 18 ساله. یعنی چی؟ بگید کی رو جوون میخوام؟ چرا اسم عشقو بد میکنی؟ من پیرو قانون قلبم. ببخشید، بگید ما کی رو جوون میخوایم بخوریم، کی رو بچه میخوایم بخوریم؟ چرا قانون عشق و لیلی مجنون رو زیر سوال میبرید؟ منم همونو میگم عزیزم، گوش نکنید، 3 بار گفتم، 4مین بار دارم میگم، من پیرو قانون قلبم هستم، نه قانون بین الملل یا کشور نیکاراگوئه. عزیزم پیرو قانون قلبم هستم. شما اگه قانون ملل خفشو جمع میلسه، اگه تو خفشو، تو اگر قانون پیرو قانون قلبت هستی، چجوری میگی من تو ایران زندگی میکنم نمیتونم بگم کون دادم، ولی بری بچه رو بیاری عاشق بشی راحت میگی؟ بله بازم دارم میگم پیرو قانون قلبم هست. اگه تو پیرو قانون قلبتی، بگو آره من ابنه‌ایم، کون دادم امروز، پول گرفتم. چجوری به خاطر کشورت میگی من نمیتونم چون تو ایران زندگی میکنم محدودیت دارم، ولی به خاطر عشقت که بچه رو بکشی رو خودت محدودیت نداری؟ کدوم مملکت میگه که بچه رو بری رو خودت و محدودیت نداشته باشی؟ وقتی ببینی اگه دو حالت داره، اگه من برم دنبال بچه‌ها، آره فرق، ولی وقتی هر چی بچه نه، it doesn't make sense،
It doesn't make sense. یعنی اینکه اصلا منطقی نیستش، به هم نمیخونه که تو بگی آره چون پسرم اومده سمت من راحتم هر غلطی میکنم. نه، منطق تو، منطق ما رو زیر سوال نبر. من کارم، من قانون خودم رو دارم. وقتی پسرای خوشگل جزا میان سمت من، چرا باید از دست بدم؟ چرا باید کباب چنجر رو نخورم برم اوملت شب پیشو بخورم؟ مگه من جمیلم؟ گوش کن عزیزم، یکی از قانون قلب هست میزنه یه آدم معمولی باشه قلب من و تو دیگه گاراج عزیزم قانون نداره. به هر حال با وجود اینکه گاراژ هستیم، انبار هستیم، هرچی هستیم، بازم میان سمتمون، همون خوبه. چرا باید چنجه کباب سلطانی رو از دست بدم برم املت گندیده هفته پیش رو بخورم؟ کباب رو همه دوست دارم. به خدا که اشکنم نمیخوری تو خواهر، همش چستی میاد. من بگم که یه لحظه جمیل خفه شو، جمیل ایده خفه شو. ببین آرمین، لیدا، جمیل عزیز، من یه چیزی بگم شاید خیلی عجیب باشه، حتی باورتون میشه، من یه مردی که 40 سالش باشه، یک مردی که 40 سالش باشه ولی از من بیبی تر باشه، از من کوتاه‌تر باشه و من تو رابطه فکر کنم این بچه‌ست بهش نمیدم. منم به سن پایین‌تر خودم گرشتم. ببین با من طرف 30 سالشه ولی چون مثلا از من کوتاه‌تره، صورتش بیبی تره و وقتی داره منو میکنه من فکر میکنم یه بچه داره منو میکنه، من آف میشم و اصلا به اونجا نمیرسه، قبول نمیکنم. سامو شبیه همه، بعد خیلی برام عجیبه، فکر میکنم این یه نوع سلیقه ها عزیزم. سلیقه ها فرق میکنه. سلیقه ها و ذائقه ها با هم فرق میکنه. شما قهوه دوست داری، من دوست ندارم. درست کش میکنی حرف میزنی. میگم شما سلیقت اینه که قهوه یا مثلا هر چیزی رو دوست داری، من علاقه ندارم. هر کسی سلیقه‌ای داره. خب منم جوون پسندم، دوست دارم که نفس جوون بهم بخوره، جوون تر بشم. خب اینو ببین، یکی بعد یه مثل میگم، آقا من از زمانی که متوجه خودم شدم که 17 18 سالگی بود همونطور بیبی دوست داشتم. خب الانم که 30 سالمه بازم بیبی دوست دارم. ولی تو خواهر از 40 سالگی شروع کردی، الان 45 سالته، این چه جوری، چه قلبیه؟ عزیزم سن منو پایین نیار، من 48 سالمه. خب نه بچه ها ببینید، بچه ها نه، آره بچه ها ببینید، حالا از شوخی و طنز که بگذاریم، یک جورایی به شوخی و طنز پخش کردن که لیدا بچه خوره، سن پایین دوسته. نه، من همین الانشم یک نفر رو دوست دارم، خب متاسفانه متأهله، خیلی هم روش گراشم و جذابتر از این آقا من نیدم، ایشون هم نزدیک 40 سالشونه. خب ولی من سن واقعا برام نیست. ببینید آدمی بوده، من آدمی امکان داره بیرون ببینم و به شدت مجذوبش بشم و به شدت روش کراش بزنم که شاید 62 سالش باشه. میدونی چی برام مهمه؟ اون قد و قواره و اون تیپ و پرستیژ و تمیزیش برام مهمه. و اصلا اینطوری نیست. درست. ببین سنش درست. چرا بعد روی متأهل تو کراش بزنی؟ روی یه متأهل، روی کسی که زن داره زندگی تو چرا باید روش کراش بزنی؟ فکر اینو نمی‌کنی؟ اگه اینم توضیح میدم، کراش زدم یعنی از تیپ و اندامش خوشم اومده، ولی همخوابی باش نکردم. یه چیزی بگم خانم لیدا، اینجا جا داره من از خانم لیدا ملکه دفاع کنم. جمیله تو که خودت کونت گوهیه، تو که میگی ببخشید لیدا چرا عاشق یه چیز میشه، تو از کجا میدونی همه کسی که تو رو میکنن همه متعلن کسکش؟ ببین اونایی که میکنن یه کسی این گوها رو میخوره که پروندهش سفید باشه، توی که از ما همه بیشتر کنی لاشخور. سب کن عزیزم. ببین اونی که داره میاد، اون که خودت داری میگی، اونایی که میکننه، اونی که داری میاد، من ازش نمیپرسم تو متأهلی یا مجرد، میاد کارشو میکنه میره، به منم ربطی نداره چی بوده. اولا بشه من نمیدونم که چی هست، یعنی این داره به زبون خودش میگه، من روش کراش زدم و ایشون متأهله.
اگه این کراش زده مطمئن باش سوسش هم اومده نخشم به طرف داده. عشقم به تو عشقم خودتو گول نزن دو جنسه. ببین تو اگه اون طرف هم میگو من متعلم بازم میکشیدی رو خودت. آره یک طوری دیگه این خود جمیله که از همه بیشتر ماها کون داده کسکش میاد بعد ملک لیدا رو زیر سوال میبره. کسکش حداقل لیدا که عاشق یک نفر تو زیر ده نفری هر روز. بله حداقلش اینه که عاشق نمیشم دیگه مغزم راحته. چه رفتی داره ببخشید عاشقی و چه دادی و عاشق شدی چه رفت فرقی داره؟ تو تش یکیه دیگه. آشنا عاشقی عزیزم مخاطب خراب میکنه ولی وقتی عاشق نباشی نه راحتی از این دور بچا من بچا منظور من عاشقی نبود. ببینید شما سوال کردید که سن پایین میگم نه بوده که از یه آقای خوشم اومده خیلی جذاب خوش اخلاق خوش برخورد خب و بعد فهمیدم متعله. یعنی من کراشتا خیلیم خوشگل 40 ساله پس این نیست که من بچه خورم نه 40 ساله هم میتونم دوست داشته باشم 60 ساله هم میتونم دوست داشته باشم به شرطی که اخلاقش و اون ظاهرش خوب باشه. لیلا جون میدونی به خاطر چی گفتم؟ گفتم معمولا در قانون طبیعت هستی ببین یک زن یک مرد خب مرد ها همینجور که من آرمین تو و جمیله دوست داریم یه کباب بخوریم که کبابمون هیکلی باشه کیرش گنده باشه نمیدونم اینجوری باشه مردها چون طبیعتشون گنده هستش دوست دارن طرفی که میخوام بکنم بیبی باشه و خوشگل و جمع جور. من اینو گفتم ولی به خاطر این گفتم که تویی که زنی معمولا باید دوست داشته باشه یه مرد کباب شیر تو رو بکنه نه یه مثلا پسر بچه 18 ساله. آخه میدونیم بچه ها اگه 18 ساله ها تا 22 و 23 میان دور برم اینو میتونم قسم بخورم که باور کنید من نمیرم دنبالشون. درخواست از سمت اونایه و به شدت هم پیگیر منن. من چی کار کنم؟ آخه من چی کار کنم؟ این همه جذابیت رو برم به کی بگم؟ جذابیت دارم منو دوست دارم میان سمتم من چی کار کنم؟ بگم نه نمیشه. میدونی چیه آرمین؟ همینجوری که مردها مثلا میرن زن سمت زنای شوهردار اینا که بیوه هستن میگن خب اوکی اینا واردترن درد سرشون کمتره، پسرای جوون هم بین دو جنس ها میگن مثلا لیدا بهتره دیگه درد سرش کمتره. الان من خودش داره میگه جذابیت داره دیگه. نه جذابیت تیر خرا داره شاید درست کاری کردن ما نمیبینیم خب خانم جذابه دی کیره خرا داره لیدا چی داره الان خب ببین طرف لیدا یه لحظه جذابه دی چی داره الان بین تو و لیدا تا یه پسر 20 ساله بیاد میگه آرمینو که تو خوابم نمیتونم بکنم از قیافش معلومه یک قیافش وقتی آرمینو میبینه میگه من که این اصلا تو خوابم هم نمیتونم به یادش جغ بزنم. چرا این من فقط باید صحبت کنم بعد کردیت بدم فقط یک تومن دو تومن تا برسم اینو بکنم بعد میلیارد دلار خرج کنم ولی میبینه ها لیدا اوکی خب این که اصلا پولم میده بکنمش دلیلاش برای ما این نیست. همین که میان سمتم برام خوبه جذابیت داره دوست دارم مهم نیست حالا برای چی میاد جلو. برای مهمی که یک پسر 18 ساله میاد سمتی 48 ساله که 30 سال از خودش بزرگتره و با شوق و ذوق میاد شوق از توی چشماش میباره که به من نگاه میکنه و این برای من خیلی خوب. شنیدن کی بابت مانند دیدن حالا تا فردا هم تعریف کنیم اون چیز که ببینیم نمیشه که نمونه شد فالوورام دیدن نمونه شد فالوورام دیدن الان هم یک علی آقای اینجا هست 23 ساله به شدت زیبا به شدت جذاب. امشب فقط 50 سال وزنشه چجوری 23 سالشه 23 سالشونه امشب ما علما بخش ما علی آقای 23 ساله نه علی آقا فقط اسمش 50 کیلوه چجوری 23 سالشه؟ امشب هم که مهمون من هستم میخواستم برم گفتم دیر وقت میگه لیدا میگه بله بچه‌ها دیدیم دیگه کی عاشقت میشن متین کفتر دوز کسکش میره حرم ما بزا کفتر میدوزه عاشق هاشم بعد میگه میدونید کی عاشق من میشن مهم اینه که جوونه خوشگله اینش مهم فقط عدد سنش مهمه بچه ها به
والا آریان جون راست میگین، به سن من که برسید میفهمید که یکی 18 سال سمتت میاد چقدر جذابیته و چقدر امیدوار میشی به خودت که من که به درد تو نرسیم همون دیگه وقتی به سن من برسی 48 ساله بینه 18 ساله 20 ساله التماس تو میکنه نمیدونی چه حس خوبیه. حس شو میگم عزیزم، حس خوبیه. آفرین آفرین، ولی من شروع ختنه کنش هم شما من شروع کردم وسط بمونه. ببینید از تجربه من استفاده کنید، چون شما به سن من نرسیدید ولی حس خیلی عالیه وقتی پسر 18 ساله بیاد سمت 48 ساله 30 سال از تو کوچکتر باشه بیاد التماس کنه تو رو خدا، تو رو خدا با منو کشو. وای میدونی چه حسی الان بهت میگم، چه حس خوبیه وقتی که اینجایی، وقتی که میخندی من عاشق تر میشم، میخوام همه عمرم کنار تو باشم. یه چیز دیگه هم هست آرمین و جمیله، این رفتارای لیدا یه نوع سیاسته. میتونم عشقم ببین آره، خب حالا من و تو و جمیله تینیجریم، این چیزها رو نمیتونیم درک کنیم، قرون اجازه نمیده، ولی سن لیدا بشیم ما از این با سیاست تر میشیم، با مهربونی و ما خیلی خونگرمیم و نمیدونم گوش شیرینیم و همه کیرا رو میخوریم. نه بله دقیقا باید به سن من برسیم ولی رای خوبی رو انتخاب کردیم، ما دیگه همسنی میشیم، میشیم خاله، میشیم مادر، مهربون، بچه ها رو بیاریم تولد بگیریم که لابلاش هم مثلا یه چیزی بخوریم. من دارم دیگه دردش میکنیم بره میگیم خب بهش گفتیم نکنه این کردیم. اتفاقا آریان جون خیلی استرس داشتم، خب مثلا زمانی که حالا جدا شدیم و بعد یک سال نیمش من رفتم پرتست سینه کمیلا به شدت استرس داشتم، به خدا تا همین شاید بگم یک ماه پیش استرس داشتم، خب گفتم حالا با این سن سالم هر چقدر خودم رو خوشگل کنم، سینه پرتست کردم، لباس اندامیم بپوشم اینا، ولی نگران بودم مبادا کسی به من نگاه نکنه، ولی دیدم که به خودم گفتم عشقم به خودت افتخار کن، میان پسرهای خیلی زیبایی که دخترها تو خواب شب نمیبینن میان پیش من میگن تو رو خدا بیا با ما دوست باش، هر کاری ما دستمون بیاد برات انجام میدیم، و من میگم حالا فکرامو بکنم خبر میدم، تا آخر هفته خبر میدم. یه چیز دیگه، چرا لیدا جون، آرمی جون، جنبیله، آره چرا در خاورمیانه چرا اینقدر رابطه های گرم و عشق زیاد نسبت به غرب؟ من یکی دلیلی که خودم دارم بهش فکر کردم بعد 8 سال مهاجرتم اینه که در غرب مردم کسایی خیلی بیشتر برای خودشون ارزش میذارن تا اینکه عاشق بشن. نظرتون چیه؟ در خاورمیانه مردم انگیزه زندگی و همش، ببین در غرب هر که چه زن چه پسرش چه نوجوان چه پیر، هر کسی استقلال مالی داره و بیشتر میگه وقتمو بذارم عاشق بشم، دوست دارم وقت بذارم که برای خودم زندگی درست کنم. ولی در خاورمیانه کسی وقت نمیذاره که خودشو بشناسه، فقط میخواد آویزون این اون بشه، پول بگیره، خونه داشته باشه و فقط بخوابه و اینا، نمیخوان به استقلال شخصیتی و مالی برسن. من نظرم اینه، بفرمایید. ببین از قدیم یه مثال، یا مثال که نمیشه گفت، یه حرفی بود میگفتن اروپایی‌ها فکرشون تو کاره، تو درسه، تو پیشرفته، کیرشون تو کله. خب ولی ایرانی‌ها و کلا خاورمیانه فکرش تو کون و کته، کیرش تو کار و پیشرفت. اینه که باعث این محبت بیش از اندازه میشه. مثلا من خودم یکی به من میگه آریان تو چرا مثلا خیلی ازم سوال میکنه که تو چرا رابطه نداری؟ آخه من چون وقت رابطه رو ندارم، من خودم استقلال مالی دارم، من خودم یه بیزنس دارم، کار میکنم، درآمد دارم، من سرخر نمیخوام، چرا باید برم به خاطر پول با یه کسی عاشق بشم و زندگی کنم که از پیش رفتم، از آینده روشنم عقب بیفتم؟ ولی فقط تو خاورمیانه همه دوست دارن که ببخشید
رویاهاشون هم اینه، طرف مثلا دختره که چی نداره ولی عاشق کبابه، فکر رویاهاشون اینه، ولی اینجا از این خبرا نیست، اینجا تو فقط میتونی اندازه خودت برداری. حالا لیدا جون دوباره به نظر بده، قشنگ مشخصا گفت دیگه، فکر کنم اینجا هر کسی توی غرب، هر کسی اندازه دهن خودش گوش غذا برمیداره. ببین توی خاورمیانه طرف هیچ، مثلا هیچی نیستش، طرف اصلا هیچی نداره، ولی همش تو رویاهاش عشق میده آقا یه شاهزاده با یه اسب سفید میاد اینو میبره تو قصر، هیچی نداره، نه سواد، نه کار، نه قیافه، هیچی. ولی توی غرب طرف میخواد به یک شاهزاده برسه، خودشو ملکه میکنه. اینجا با اعتماد به نفس میاد؟ نه اصلا فرق میکنه. دو دقیقه خب بالاخره یه چیزی هست که بهش میگن جهان اول جهان سوم میگه، اگر بود همه چی با هم شباهت داشته باشه که خب اینجا هم امریکا بود. میدونی چیه؟ تو من خودم شخصه مثلا ازم سوال میکنم من که چرا تو عاشق نمیشی؟ چون من وقتشو ندارم، من باید تا ده، من تا 10 سال آینده طول میشه تا خودم رو بشناسم، زندگیمو بسازم، خونم و ماشینم و بیزنسم و سرمایم و من نمیتونم بشینم عاشق یه مردی بشم که به من ماهیانه هفتگی پول جلوم بندازه. نه، منو خداوند سالم آفریده، من یه فرد تاثیرگذارم در جامعه. من فکر الان هر کی فکر میکنه آریان کونه نباید هیچ کاری بکنه، نه، من یه کونه تاثیرگذار با اصالتم که توی دنیا مشهور شدم. آره داشتم میگفتم که گفتم این که جهان سومو از این نظر دوست دارم، این که به قول آریان عزیز پارسا